و اما خبری از شیعیان قاره آفریقا شیعیان نیجریه با انتشار بیانیه‌ای درباره ورود نظامیان ارتش و کارگران استخدامی دولت فدرال کادونا به های مرکز حسینیه تخریب شده شیعیان در این ایالت هشدار دادند ابراهیم موسا دبیر رسانه‌ای شیعیان نیجریه با انتشار بیانیه‌ای گفت دولت فدرال نیجریه حق ندارد در زمین هایی که به طور قانونی متعلق به شیعیان است ساخت و ساز انجام دهد ده و این یک تخطی از قانون و ورود غیرقانونی به زمین های دیگران محسوب می شود. در این بیانیه ابراهیم موسا افشا کرد که ادهی از سربازان ارتش نیجریه در محل حسینیه تخریب شده شیعیان مشاهده شدند و این نظامیان کارگران استخدام شده توسط دولت را مشایعت می کردند که به نظر می رسد دولت فدرال توتعهی جدید برای تصاحب این مرکز اسلامی و حسینیه توسط نظامیان در سر می پروراند و گفت آژانس برنامه ریزی شده شهری و توسعه ایالت کادونا و مقامات آن از این اقدام اعلام بیخبری کردند و این عمل توسط دولت فدرال و با نظارت مستقیم ارتش صورت گرفته و به نظر می رسد که آنها تمایل خود به تصاحب اموال شیعیان را مدتهای طولانی مخفی نگه داشتند. در ادامه این بیانی آمده است ما تمام مدارک و اسناد این زمین ها را در اختیار داریم. هرچند این املاک توسط اعتلاف ارتش و دولتی ایالتی کادونا تحت حاکمیت الروفی به طور ناعادلانه مورد تخریب قرار گرفته اما این زمین همچنان به ما تعلق دارد. این بیانیه افزود تخریب مجتمع حسینی نیز بخش از یک جریان حقوقی است که پرونده آن هنوز در دادگاه فدرال کادونا در جریان است و مختومه نشده است. این محل همچنین صحنه جنایت وحشیانه ی ارتش و حکومت نیجریه در کشتر صدها تن از شهروندان شیعه نیجریه است که ممکن است انجام عملیات ساختمانی در آن با هدف از بین بردن شواهد انجام شود این بیانیه در پایان آورده است ما میخواهیم عموم مردم و به ویژه جامعه بین المللی را از این موضوع با خبر سازیم تا همه بدانند که زمین های مرکز اسلامی و حسینی بقیت الله عجلالا تعالی فرجا شریف قانونن متعلق به شیعیان است و با شیوه قانونی توسط آنان خریداری شده است.